نتیجه یک تحقیق که در نخستین شماره سال 2017 مجله لنس منتشر شده نشان میدهد زندگی در نزدیک بزرگراه‌ها و محله‌های پرترافیک خطر بروز دمانس یا زوال ذهن و آلزایمر را 7% افزایش میدهد. محققان برای این پژوهش اطلاعات 6.5 میلیون نفر از ساکنان 20 تا 85 ساله آنتاریو را با توجه به ترافیک محله‌هایشان مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند. همکارم دکتر شیده رضایی در با جزئیات بیشتر با ماست در استودیو. چه فاصله باید از بزرگراه‌ها بگیریم شیده؟ ببین 50 متر یا کمتر رو نزدیک تلقی کردن، در این فاصله بیشترین خطر بروز آلزایمر وجود داره، همون 7% که اشاره کردی. از 50 تا 100 متر هنوز خطر وجود داره، میشه 4%، تقریبا نصف اون فاصله است، ولی باز هم خیلی زیاده 4% برای بروز آلزایمر. و 101 تا 200 متر بد نیست، ولی باید فاصله ایمن بالای 300 متر باشه. 300 متر اگه از بزرگراه یا محله های پرترافیک فاصله داشته باشن، خطر بروز آلزایمر تفاوتی با جمعیت عمومی و کسانی که دور از ترافیکن نداره. خب حالا دلیل بروز دمانس رو هم مشخص کردن؟ ببین مواد آلاینده، یعنی همون مواد ذرات مخصوص و مواد آلاینده سمی که در آلودگی هوای ناشی از ترافیک هست، از طریق عروق خونی وارد گردش خون میشه و از سد خونی مغز و نخاع عبور میکنه. تا پیش از این تصور میشد از اونجا عبور نمیکنه، ولی این سد خونی در مقابل این مواد نفوذ پذیره و وارد مغز میشن مواد آلاینده. ورود این مواد به مغز باعث این میشه که سلول های مغزی میمیرن خیلی هاشون و آمیلوید، ماده پروتئینی که رسوب میکنه و موجب آلزایمر میشه، در اونجا میزانش بالا میشه و گره ها و پلاک های آلزایمری بالا میرن. خب حالا بیماری دیگه چطور؟ آلزایمر و زوال ذهن؟ غیر از این دوتا پارکینسون و ام اس رو هم بررسی کرده بودن، این دوتا بالا نرفته بود، برای همین به این نتیجه رسیدن که زوال ذهنی که در اثر ترافیک بالا میره و بیماری های قلبی هم البته بالا رفته بود بر اثر نزدیکی به ترافیک. ممنونم از شیده رضایی که با ما بود.